بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته به بعضی از علل و عوامل انحراف انسان اشاره شد. اونها عواملی بود که کمابیش با دستگاه شناخت انسان ارتباط داشت. یکی عبارت بود از اتباع ظن و کم دقتی در تحصیل علم و یقین، و یکی هم تقلید از دیگران برای تشخیص خوب و بد و برنامه زندگی. علل دیگری که برای کجروی وجود داره بیشتر مربوط به دستگاه گرایش انسان است، نه دستگاه شناخت. اونها مربوط به بینش ها بود و اینها مربوط به گرایش هاست. یعنی گاهی در انسان یک گرایشی، یک میلی اونچنان رسوخ پیدا می کنه که سایر گرایش ها را تحت شعاع قرار میده، یا انسان به گرایش های دیگر که هنوز شکوفا نشده، هوشیار نیست، بیدار نیست، توجه نمی کنه، و یا اینکه عملا تحت شعاع سایر گرایش ها قرار میگیره و گرایش های متعالی انسان از تأثیر در رفتار و کردار باز میمونه. به طور کلی چیزهایی که در این دسته قرار میگیره تحت عنوان هوای نفس و حب دنیا دستبندی میشه. خوب ابتداعاً توضیحی درباره این دو کلمه بدیم. هوای نفس یعنی چی و حب دنیا یعنی چی؟ هوای نفس ترجمه فارسیش دل بخواه است. هوا یعنی میل، نفس هم یعنی خود. آدم بخواد به میل خودش رفتار بکنه. به تعبیر دیگری میتونیم بگیم محور شخصیت انسان را خودش تشکیل بده، بدون اینکه توجهی به ماورای خودش داشته باشه. علمی تر بخوایم بحث بکنیم باید بگیم که غرایز بر او حاکم میشه. این جمله را یک کمی توضیح بدم. همه ما غرایزی داریم که کمابیش در افعال ما مؤثر هستند، ولی تأثیر غرایز در افعال انسان برخلاف اغلب حیوانات، اگر نه همه اونها، تحت رهبری یک نیروی فطری و خدادادی دیگری به نام عقل قرار میگیره. یعنی ما می توانیم در مقام پاسخگویی به خواسته های غرایزمون از نیروی دیگری استفاده کنیم که در شکل دادن و جهت دادن به کار ما مؤثر باشه. همه ما میل به خوراک داریم، این یه امریست غریزی. حیوانات هم میل به خوراک دارن، اونها هم درشون این غریزه هست.
اما انسان میتونه در مقام ارضاء این غریزه از یه نیروی دیگری هم کمک بگیره. بیاندیشه درباره عواقب این کار که این خوراکی که میخورم این چه نتایجی داره. ابتدا نتایجی که در دنیا برش مترتب میشه، آیا موافق سلامتی من هست یا نه، کمک میکنه به سلامتی و نیرومندی بدن یا کمک میکنه به ضعف بدن و مرض. بعد بیاندیشه درباره عواقب اخرویش که آیا این نوع خوراک و با این کیفیت به سعادت ابدی من کمک میکنه یا نمیکنه. انسان از چنین نیروی برخورداره که میتونه درباره کیفیت ارضاء غرایزش بیاندیشه و به اونها شکل و جهت خاصی ببخشه که در حیوانات اینطور نیست. دست کم تا اونجایی که ما اطلاع داریم، حالا خیلی رجمن بالغیب سخن نگیم. یه وقت هست که انسان وقتی یک غریزه ای درش بیدار شد یا در اثر عوامل درونی، عوامل مادی و بدنی فیزیولوژیکی یا در اثر عوامل خارجی و روانی، یک غریزه ای وقتی درش بیدار شد، توجهش فقط منعطف به این غریزه میشه و متمرکز در این غریزه میشه. این که گفتم گاهی در اثر عوامل درونی و فیزیولوژیکی و گاهی در اثر عوامل بیرونی و روانی، آقایون اطلاع دارن که گاهی انسان به طور طبیعی و خود به خود میل به غذا پیدا میکنه، در اثر نیازی که بدن پیدا میکنه، کمبود مواد غذایی که در بدن به وجود میاد، در اثر صرف انرژی در کارهای خسته کننده. یه وقت هست که این میل در انسان به طور طبیعی بیدار نیست. درسته که بدن احتیاج به غذا داره، ولی آدم اونچنان سرگرم به یه مطالب دیگری است که این انگیزش در وجود او فعال نیست. مثل آدم گرسنه‌ای که مشغول صحبت با دوستش هست یا مشغول مطالعه هست، دفعتاً بوی غذایی به مشامش میرسه. این یک عامل بیرونی است. این موجب میشه که همون میل درونی زنده بشه، فعال بشه. اون وقت آدم بیشتر احساس گرسنگی میکنه. که اگر این عامل خارجی نمی بود، خود به خود انسان به طرف غذا کشیده نمی شد. به هر حال چه در اثر عامل درونی خودش باشه و چه به کمک عوامل بیرونی، یه وقت یک غریزهی فعال می شه. یعنی یک میل شدید در ما به وجود میاد، نیاز به غذا و احساس گرسنگی شدید میکنیم. وقتی این حالت در ما پدید اومد، یه وقت هست ما فقط متوجه به همین میل خودمون میشیم و دیگه غافل میشیم از اینکه حالا غذایی که بخوریم چه خواهد شد. میل به غذای چرب و شیرینی مثلا پیدا میکنیم، شروع میکنیم خوردن این غذا. هیچ درباره چیزهای دیگه نمیاندیشیم، یعنی نیروی عقل اینجا تعطیله، کاری باش نداریم. توجه ما متمرکز هست در اشباع این غریزه. در این حالت اگر از ما بپرسن چرا غذا میخوریم، یا دلم میخواد، یه وقت هست نه،
بعد از این که ما احساس گرسنگی کردیم و این میل در ما به وجود آمد، شدت هم پیدا کرد، باز فرصتی داریم. به خودمون اجازه نمیدیم که همینطوری به هر غذایی رسیدیم دست بزنیم. فکر میکنیم این چجور غذایی است؟ آیا با ما تناسب داره یا نداره؟ بعد میاندیشیم این مال کیه؟ آیا من حق دارم در این غذا تصرف کنم یا نه؟ آیا خوردن این غذا موجب سعادت اخروی من خواهد شد؟ در دراز مدت، در بی نهایت اثر خوب میگذره یا اثر بد؟ یه وقت درباره اینا هم فکر میکنم، توجه دارم، یه وقت نه. صرف این که یک میل در من پدید آمد، در صدد ارضاء اون میل برمیام. حالت اول رو میگن به دلخواه کار کردن، که اگر از طرف سوال بکنی چرا این کار را میکنی، جوابی جز این نداره که بگه دلم میخواد. به خلاف حالت دوم، که اگر کسی اندیشید و بر اساس موازین صحیحی خوردن را انتخاب کرد، جوابهای دیگری هم داره. بله، دلش میخواد غذا بخوره، اما این تنها کافی نبود برای غذا خوردنش. دید مال حلالی است، برای سلامتیش هم مفید است، موجب این میشه که بتونه وظایف شرعی و الهیشو بهتر انجام بده، نیروی بیشتری برای کار و کوشش و عبادت و جهاد داشته باشه. اینها موجب این شد که دست به غذا بزنه، که اگه اینها نبود و صرفاً اون میل غریزی بود، دست به غذا نمی‌زد. در اینجا به دلخواه کار نمی‌کنه. طبق جهانبینی اسلامی به خواست خدا کار می‌کنه. میگه چرا غذا می‌خوری؟ میگه چون خدا فرید. این جواب نهایی یا به خود منتهی میشه یا به خدا. در مقابل افعال اختیاری، وقتی علامت سوال قرار میگیره، پاسخش یا اینه که دلم میخواد یا این است که خدا میخواد. معیار ارزش اخلاقی در افعال انسان از دیدگاه اسلام همینه، که اگر کاری به انگیزه ارضاء امیال نفسانی، یعنی به هوای نفس، به دل بخواه انجام بگیره، ارزش اخلاقی نداره. گاهی ارزش منفی هم داره، اونجایی که مخالف امر خدا باشه. و اگر به انگیزه خدا خواهی انجام گرفت، اون وقت ارزش اخلاقی داره، که اونم مراتبی داره. بود در یه جلسه تا حدودی راجع به مراتبش عرایضی عرض کردم. پس منظور از هوای نفس اینه که انسان افسار خودش رو به دست دلش بده، انگیزه او در انجام کارها، گفتارها، کردارها، اندیشه ها، اندیشیدنها، انگیزه او دلش باشه. هیچ توجهی نداره به این که خدای هست یا نیست. در اون حال خدا میخواد این را یا نمیخواد، برای سعادت آخرت من مفید هست یا مضر، یا اصلا توجهی نداره، و یا با وجود اینکه توجهم پیدا میکنه، عنایتی بهش نمیکنه، اهمیتی نمیده، اعتنا نمیکنه، فقط به خاطر خواسته دلش کار را انجام میده. این میشه هوای نفس. در بحث های اخلاقی گاهی گفته میشه که در وجود ما دو نیرو هست، یکی نفس و یکی عقل، و این دوتا با هم در حال ستیز هستند.
ما گاهی تابع نفس میشیم، گاهی تابع عقل. نفس که در بحث‌های اخلاقی گفته میشه منظور همینه، یعنی دلخواه. غیر از نفسی است که در اصطلاح فلسفه گفته میشه به معنای روح. اینجا که نفس در مقابل عقل قرار داده میشه، منظور یک اصطلاح اخلاقی است، یعنی به دلخواه رفتار کردن. نفس اماره هم همینه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، همینه. آدمی که به دلخواه خودش کار میکنه، این خیری نمیتونه برای خودش کسب کنه، خیر اخلاقی، بلکه چون که افسارشو به دست نفس داده، به دست دل داده، هرچی میخواد انجام میده، طبعا به شرور اخلاقی و به سوء هم مبتلا خواهد شد. مگر این حالت ملکه بشه در انسان، همیشه اینجور باشه، علمای اخلاق میگن که این شخص در مرتبه نفس اماره است. یعنی اون چه بسیار به او فرمان میده، اماره از ماده امر است، یعنی فرمان دادن، صیغه مبالغه هست، مثل علامه، یعنی بسیار فرمان به سوء و بدی میده. این ملکه شده، اختیارشو داده دست دلش، دل هم بسیار فرمان به سوء میده. اینه که میشه امارتون به سوء. در مقابلش چه خواهد بود؟ خدا خواهی. البته در بعضی از مکتب‌های اخلاقی، مکتب‌هایی که بر اساس اصالت جامعه فکر می‌کنند، اصالت جامعه‌ای که توأم با بینش ماتریالیستی است، به جای در مقابل خودخواهی دیگر خواهی قرار می‌دهن و معیار ارزش‌های اخلاقی را دیگر خواهی می‌دونن. میگن اگر برای خودت کار بکنی این میشه بد، بی ارزشی، اگر برای دیگران کار بکنی میشه خوب. اما طبق بینش اسلامی ما در مقابل خود خدا داریم، دیگران هم اگر مرضی خدا هست در شعاع خداخواهی مطلوب میشه، ولی اگر دیگران برای ما اصالت داشته باشن، اون هم نوعی شرکه. دیگر پرستی با خود پرستی در اینکه هر دو جلوه هایی از شرک هستند فرقی نمی کنه. پس ملاک ارزش اخلاقی در فلسفه اخلاق اسلامی دیگر خواهی نیست، خدا خواهی است. دیگر خواهی ممکنه به عنوان یک هدف متوسط که منتهی شود به خدا خواهی و پشتوانه اش خدا خواهی باشد، یکی از معیارهای متوسط برای ارزش‌های اخلاقی باشه. و الا معیار اصیل در ارزش‌های اخلاقی اسلامی خداخواهی است. پس رفتار ما بین دو قطب در حال نوسان است. قطب خودخواهی، خودپرستی و خداخواهی و خداپرستی. اون چه ما را از راه خدا پرستی که صراط مستقیم است و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم باز می‌داره، خود پرستی است. دانستن این مطلب برای ما مفید است که سعی کنیم افعالمون از حالت نیمه آگاهانه خارج بشه، سعی کنیم که با آگاهی کارهامون رو انجام بدیم، اون هم آگاهی صحیح از نقشی که خدا در جهان هستی داره و توجه ما به سوی او منعطف بشه و کارهای ما برای رضای او انجام بگیره. دانستن این مطلب میتونه کمک به ما بکنه در این جهت. از اینجا میتونیم استنباط کنیم عامل دیگری را برای کجروی، با اون غفلت از خداست.
چون ما هر قدر تمرکز در خود پیدا کنیم از غیر خود غافل میشیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هر قدر توجه انسان نسبت به یک چیزی متمرکز بشه از چیزهای دیگه غافل میشه. اگر ما توجهمون متمرکز در خواسته های غریزی شد، یا به عبارت دیگر در خودخواهی شد، از قطب مخالفش که خداخواهی هست غافل میشه، توجه به خدا نمی کنیم. از این محالت تعبیر میشه به غفلت از خدا و نسیان خدا. خدا را فراموش کردیم، چون تمام توجهمون به خوده، خود پرست شدیم، دیگه خدا پرست نخواهیم بود. توجهات ما متمرکز شده در غرایز و خواسته های خودمون، دیگه توجهی نداریم به این که خدا به ما چی فرمان میده. پس یکی از عواملی که موجب انحراف ما میشه غفلت از خدا و نسیان خداست. در مقابلش هم یکی از عواملی که ما را از انحراف باز می‌داره و صراط مستقیم را برای ما تضمین می‌کنه یاد خداست، توجه کردن به خدا. این تحلیلی بود درباره هوای نفس، خودپرستی و در مقابلش هم خداپرستی، و عامل ضمنی دیگری توجه به خود، تمرکز در غرایز و توجه به خدا، که این دوتا در قبال همدیگه قرار داره. البته توجه به نفس گاهی راهی است برای توجه به خدا، اون مسئله دیگری است، چنان که شناختن خود راهی است برای شناختن خدا، اون مسئله دیگری است. اونجا خود وسیله است، ابزار است، طریق است، کانال هست، مجرا هست، هدف نیست. هدف قرار دادن خود از هدف قرار دادن به خدا ما را دور میکنه. عامل دیگری که اشاره کردم حب دنیا بود. حب دنیا در اینجا مفهوم اخلاقیش منظوره. ما گاهی میگیم دنیا در مقابل آخرت، یعنی دو مرحله از زندگی انسان که در خارج تحقق دارد. ما یک دوره در این عالم زندگی میکنیم، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 1000 سال، کمتر یا بیشتر. این اسمش دنیاست، الحیات الدنیا. و بعد منتقل میشیم به عالم دیگری که اون اسمش الحیات الاخره هست، زندگی واپسین، آخرین زندگی. در اینجا خوب و بد اخلاقی مطرح نیست، دو مرحله از واقعیت عینی خارجی است، چنان که عالم رحم مقدم است بر این عالمی که ما در زندگی میکنیم، یا مثلا عالمی که قبل از دنیا فرض بشه مقدم است بر این عالم. این یک واقعیتی است، مراحلی است که برای زندگی انسان وجود داره، و سرانجام روز قیامت تمام انسان‌ها یک جا وارد مرحله دیگری میشن، ذالک یوم الجمع، روزی است که همه در اون اجتماع میشن، پیدا میکنن و گرد هم فرا میآیند. یه بحث هست که دنیا و آخرت در رابطه با اخلاق مطرح میشه. در اونجا وقتی میگن دنیا بد است و آخرت خوب، منظور دلبستگی به دنیا و دلبستگی به آخرت است. این که میبینید در کتابهای اخلاقی ما یک فصل مشبعی درباره مذمت دنیا بحث میکنن،
مذمت ماه و خورشید و زمین و آسمان نیست، مذمت این دورانی که ما میبایست بگذرانیم تا وارد آخرت بشیم اون هم نیست، بلکه مذمت از دلبستگی ما به این زندگی و هدف قرار دادن این زندگی است. چون این دنیا مقدمه هست برای آخرت، پلی است که باید ازش بگذریم تا به جهان ابدی برسانیم، باید این حقیقت را همیشه مد نظر قرار بدیم تا مانع این نشه که ما توجهمون معطوف به آخرت بشه، باعث این نشه که دلبستگی به دنیا پیدا کنیم، توجهاتمون متمرکز در این عالم بشه و غفلت پیدا کنیم از آخرت، آخرت را فراموش کنیم. اون حب دنیایی که رأس و کل خطیئه هست، این حب دنیاست. یعنی آدم دلبستگی داشته باشه، دنیا را برای خودش هدف قرار بده. در کتاب‌های اخلاقی وقتی از دنیا مذمت می‌کنه، منظور اینه. در بسیاری از آیات و روایات هم به همین معنا دنیا مذمت شده. شاهدش اینه که در یه جای دیگری هم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه نقل شده که فرمود در مقابل کسی که از دنیا مذمت می‌کرد، می‌گفت چه چیز دنیا بده؟ دنیا متجر اولیاء الله هست، دنیا عالمی است که باید اولیاء خدا درش پرورش پیدا کنن، در اینجا کار بکنن، تلاش کنن و سرمایه ابدی برای خود بیندوزن. چه چیز دنیا بدی؟ تو بدی که دل به این مرحله خاص زندگی بستی، ولی دنیا بد نیست. اگه دنیا نبود سعادت آخرت نبود، سعادت آخرت در اثر اعمال اختیاری ما در دنیا پیدا میشه. پس چقدر خوب چیزیست دنیا که ما میتونیم در این عالم سعادت ابدی رو برای خودمون کسب کنیم. اگر مذمتی از دنیا میشه، از دلبستگی انسان به دنیاست، از مفهوم اخلاقی دنیاست، نه مفهوم فلسفی دنیا. خب خود به دنیا یکی از چیزهاییست که موجب کجروی میشه. حب دنیا ارتباط نزدیکی با هوای نفس داره. دلخواه ما در ابتدا اون چه غرایز ما میطلبه چیه؟ لذتهای درونی خودمون هست، لذتهای آنی و زودگذر که در اثر ارضاء غرایز برای ما حاصل میشه. این میشه دل بخواه، میشه هوای نفس. اما این لذت‌ها یک وسایلی برای تحصیل دارند، یک متعلقاتی در خارج داره که ما باید اونها را فراهم کنیم تا این لذت‌ها برای ما حاصل بشه. اون متعلقات این لذت‌ها مورد علاقه ما قرار می‌گیره. یعنی ما وقتی از یک منظره زیبایی خوشمون میاد و لذت میبریم، لذت هوای نفس. این لذت به چی تعلق میگیره؟ به یک منظره زیبایی. اون منظره زیبا متعلق هوای نفس ما قرار میگیره، محبت ما به اون تعلق میگیره. اون باغ را دوست خواهیم داشت، سعی میکنیم یک باغ بزرگی تهیه کنیم و هر روز بتونیم درش گردش کنیم، از میوه‌هاش استفاده کنیم. این باغ مورد علاقه و دلبستگی ما قرار میگیره، میشه حب دنیا. پس حب دنیا با هوای نفس ارتباط بسیار نزدیک دارن به هم. وقتی چیزی متعلق میل ما و علاقه ما و محبت ما و عشق ما قرار گرفت، اون شی برای ما دنیاست. دلبستگی به او ما را از آخرت باز می‌دارد.
از سعادت ابدی باز می‌داره، از قرب به خدا دور می‌کنه. یه جمله‌ای هست از یک عارفی نقل شده، معنای لطیفی داره، البته من نمی‌خوام استناد به حرف‌های غیر معصومین بکنم، اما معنای لطیفی است. اون عارف میگه کل ما شغلک عن ربک فهو صنمک، هر چه تو را از خدا باز دارد اون برای تو بت. کل ما شغلک عن ربک فهو صنمک، اگر هدف خداست و تو خدا پرستی، دل به چیز دیگر نباید ببازی، نباید فریفته چیز دیگری بشی، تنها باید دلت متوجه خدا باشی، چیز دیگری تو را از یاد خدا غافل نکنه، باز نداری، به خودش مشغول نکنه. به همه چیز میتونی توجه کنی به عنوان مجرا، ابزار، وسیله، به عنوان چیزی که دل بسته او باشی که اگر از دست رفت ناراحت بشی. به این صورت نباید چیزی را مورد علاقه قرار داد. و همین روایت شریفه‌ای که در کلمات پیغمبر اکرم در احادیث نبوی هست و در مضمونش در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که حب الدنیا رأس کل خطیئه، ناظر به همین، دنیا دوستی اساس هر گناهی است. وقتی شما گناهان را تحلیل میکنید میبینید برمیگرده به این که این شخص علاقه به زندگی دنیا داشته، این علاقه در یک شأنی از شؤونش، در یکی از مظاهر خاصش او را به یک گناه خاصی کشانیده. اگه این دلبستگی به زندگی دنیا نبود، به این نوع گناه مبتلا نمیشد. همه گناهان به یک صورتی مظاهری از دنیا پرستی است. خب حالا ببینیم قرآن کریم در این زمینه ها چی میفرماید، یکی راجع به هوای نفس و یکی راجع به حب دنیا. در آیات زیادی روی این مسئله تکیه شده که موجب انحراف افراد یا گروه ها و جوامعی هوای نفس بود و کار به اونجا کشیده میشه که هوای نفس به عنوان بت و معبود معرفی میشه. در سوره بقره آیه 87 میفرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، هر وقت پیامبری به سوی شما آمد و چیزی را به شما عرضه کرد و به سوی چیزی دعوت کرد که موافق میلتون نبود، دلتون نمیخواست، اون وقت این باید موجب این بشه که بزرگی بفروشید و زیر بار نرید، استکبار بکنید، استنکاف ببرزید از پذیرفتن حق. آیا باید اینجور باشید؟ این یک استفهام انکاری، ظاهراً اونطور که یادم هست مخاطبش هم بنی اسرائیل هست. پیغمبران وقتی می آمدن مردم ها به چیزهایی دعوت می کردن که همه اونها موافق میلشون نبود. انسان اگر بخواد در راه حق قدم بر بداره، خیلی جاها باید از دلخواه خودش صرف نظر کنه، در بعضی جاها باید ایثار کنه، خواسته دیگران رو بر خودش مقدم بداره، در بعضی جاها باید راحتی و آسایش رو از خودش سلب کنه، پا به میدان جهاد بگذاره، جانش رو در کف بگیره. اینا موافق دلخواه آدم نیست. دل آدم که این چیزا نمیخواد، دل آدم آسایش و راحتی و رفاه و امنیت خاطر و اینا رو میخواد. وقتی پیغمبران شما را دعوت میکردن به یه چیزهایی که دلتون نمیخواد،
همین باید موجب این بشه که استقرار کنید و استنکاف کنید. پس از این آیه استفاده میشه که علت این که زیر بار انبیا نمیرفتن این بود که دستورات انبیا موافق هوای نفس اینها نبود، به دلخواه اینها نبود. در سوره نجم آیه 23 باز خطاب به مشرکین اینجا میفرماید ان تتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، شما که این راه کج بت پرستی و شرک را انتخاب کردید، علتش دو چیز، یکی اینکه از گمانهای خودتون پیروی میکنید که در جلسه قبل عرض کردم، اتباع ظن میکنید، تابع علم و یقین نیستید. دوم مربوط به عامل روانیتونه، چون اینا موافق میلتونه، دلخواهتونه. این آیین یک آیین دل بخواهیست، هرچند یک جا جمع بشند و دستی برارند و پایی بیفشانند و مشروبی بخورند و به عیش و نوش بپردازند و اسمشان بگذارند پرستش یک بتی در جشنی که به افتخار فلان بت برپا میشه، یک چیز دل بخواهی، همه میخوان خوش بگذارونند، عیاشی کنند، اینم یه بهانه ایست، اینم یک رسمی است. این موجب این میشه که شما از خدا پرستی استنکاف کنید. این رسم و آداب کجا؟ با اینکه کسی نصف شب در هوای سرد بستر گرم را رها کنه، بره کنج مسجدی روی حسیری روی خاکی سر به سجده بگذاره و در برابر خدا کرنش کنه. این کجا و اون کجا؟ اون خیلی دلخواه هست، هوای مطلوب فروردین و باغ سبز و خرم و در یک بتکده جمع بشن عیاشی کنن چیز مطلوبی است. داستان 13 نوروز یعنی همچو ریشه ای سرچشمه میگیره، مال اصحاب رس هست به اون داستانی که نقل شده، یه هوای خوب بهاری و باغ و سبزه و جمع بشن و خوش گذرانی کنن، به عنوان پرستش بتی هم بوده. این چیز مطلوب دل بخواهید. در مقابل این بگن نصف شب خواب راحت رو بر خودت حرام کن، از بستر گرم، اتاقی که با شوفاژ گرم شده، بیا بیرون، برو کنار مسجد یخ کرده، روی حسیر، روی خاک سر به سجده بذار، شروع کن به گریه کردن در مقابل خدا، با او راز و نیاز کن. هیچ دل بخواه نیست، زیر باری هم چیزی نمیره. میگن یه خدای محسوس و ملموس برای ما درست کن، ما هم یه بوتی میخوایم مثل اینا، اجعل لنا الهن کمال هم آله. یکی از عواملی که موجب این میشد که دعوت انبیا مورد پذیرش قرار نگیره این است که موافق دلخواه مردم نبود. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض، اگه بنابود حق تابع هوای نفس مردم باشه، هر کسی دلش میخواد رفتار کنه، این نظام عالم به هم میخورد. بنابراین هوای نفس نباید ملاک رفتار ما قرار بگیره، باید سعی کنیم خودمون را از اسارت هوای نفس و خودپرستی نجات بدیم، عقل را در وجود خودمون حاکم کنیم، درباره هر کار بیاندیشیم، عاقبتش را بسنجیم و راهی را انتخاب کنیم که به سعادت ابدی ما بیانجامد. در سوره صاد خطاب به حضرت داوود می‌فرماید ولا تتبع الهوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین برای اینکه به حق قضاوت کنیم، مبادا دنبال هوای نفست باشی، دنبال دلخواهت باشی، که این دنبال روی از دلخواه تا
تو را از راه خدا باز می‌داره و گمراه می‌کنه. از این آیه هم به خوبی استفاده میشه که هوای نفس عامل ضلالت و گمراهی است. در داستان بلعم باعور که اسمش در قرآن نیست، در اونجا داشتیم ولکنه اخلد الی الارض و اتبع هواه، ما وسائلی در اختیارش قرار دادیم، شناختهایی بهش دادیم، نعمتهایی بهش دادیم که میتونست به وسیله اونها به بالاترین مقامات انسانی برسه. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و اتبع هواه، او توجهش را معطوف به زمین کرد، به عالم ماده و طبیعت کرد، دنبال هوای نفسش رفت، دنبال ارضای غرایز حیوانیش رفت، اون مسائل رو فراموش کرد. نتیجه چی شد؟ فمثله کمثل الکلب، حکم سگ را پیدا کرد. و بالاخره این کار به اونجا منتهی میشه که هواپرستی حکم بت‌پرستی را پیدا می‌کنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی اون کسی که خدای خودش را هوای نفسش قرار داده؟ یعنی اون چنان که میباید سر به آستان الهی بساید و در مقابل او خضوع کند و تسلیم و منقاد بشه، این کارها را نسبت به هوای نفس خودش انجام میده. اون چنان مطیع دل خواهش هست که هر چه دل فرمان میده بیچون و چرا میپذیره، شد پرستش هوای نفس، اله خودش را هوای نفسش قرار داد. نتیجه چی میشه؟ و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و جعل علی بصره غشاوه. این روش موجب این میشه که دیگه نتونه از ابزارهای شناخت استفاده کنه، از چشم و گوش و دل بی بهره میشه، خدا بر چشمش و بر گوشش مهر میزنه، پرده میافکنه و دلش را گمراه میکنه، که این بحث ها را در باب سنت های الهی کردیم که خدا چه کسانی را گمراه میکنه و کیفیتش چیه. پس اون چه موجب این میشه که کسی مستحق به چنین عقوبتی بشه که خدا از شناخت صحیح او را محروم کنه، منشأش پیروی هوای نفس است که هوای نفس را بت کرده و او را پرستش میکنه. نتیجهش این اذلال الهی میشه و محروم موندن از شناخت صحیح. هوای نفس جلوه های گوناگونی داره به حسب شؤون مختلفی که انسان داره و ابعاد مختلفی که وجود او داره و هر کدام متعلقات خاصی. ساده ترینش در همین خواستهای حیوانی است، خوردن و خوابیدن و غریزه جنسی و امثال اینا. ولی یه شکل دیگری هم داره و اون این است که به مقامات دنیوی و امور اعتباری دلبستن، ریاست طلبی، برتری جویی، این مستقیماً به امور مادی ارتباط نداره، یک مقامات اعتباری است. انسان یه میل طبیعی داره که خودش را کامل کنه، برتر، رفعت پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، به مقام عالی حقیقی برسه. این یه میل فطری است، هیچ عیبی هم نداره. اما این را تطبیق میکنه بر برتری های مادی بر دیگران، این را برای خودش شخصیت حساب میکنه، این را یک عظمت به حساب میاره، عزت میپنداره،
این را هدف قرار میده، جاه، مقام، ریاست، علو، برتری بر دیگران، اینا میشه هدف برای انسان. نه تنها فکر این است که شکمش سیر باشه، بلکه فکر این است که غذاش از دیگران بهتر باشه و به رخ اونها هم بکشه که تو نون خالی هم گیرت نمیاد، من مرغ پلو میخورم، ببین دلت بسوزه. این هم یه خواستی میشه براش. نه تنها دلش میخواد لباس زیبا بپوشه، در مقام برمیاد که این لباسشو به رخ دیگرانم بکشه، بگه تو نداری و من دارم، دلت بسوزه. از اینم لذت میبره. دلش میخواد طوری بشه که دیگران مطیع فرمان او باشن. او وقتی یه حرفی میزنه کسی در مقابل چون و چرا نگه، ریاست داشته باشه، برتری داشته باشه، تا اونجایی که خودش را در مقام الوهیت قرار بده و بگه انا ربکم الاعلا. اون خواست کمال فطری که در انسان بود در این شکل‌های انحرافی و عوضی ظهور می‌کنه. اون خواست خواست بدی نبود. انسان می‌بایست خواستار کمال خودش باشه. باید دنبال مقام عالی باشه. اما مقام عالی چی هست؟ باید اول یه بینش صحیحی به دست بیاره، بفهمه که علو حقیقی چیه، عزت حقیقی چیه، بفهمد که این زندگی دنیا این وسیله هست، اینجا مقامش مقامی نیست. اگر مقامی میطلبد، مقام ابدی بطلبد. اگر میخواد پیش دیگران عزیز باشه، دیگران هم گدایانی مثل او هستن، باید سعی کنه پیش خدا عزیز باشه. اگر این خواست فطری به طور صحیح رهبری بشه، به اینجا میانجامه، دنبال مقامات و درجات آخرت میره، دنبال جوار پروردگار میره، میخواد پیش خدا مقرب بشه و نزد او عزت پیدا کنه. بسیار خوبه. اما بینش غلط، دلبستگی به دنیا او را منحرف می‌کنه. به جای اینکه بخواد پیش خدا مقرب بشه، میخواد پیش مردم مقرب بشه. به جای اینکه درجات آخرت پیدا کنه، فکر آسمان خراش‌های دنیا می‌افته. این میشه علو و برتری خواهی در دنیا. قرآن در این زمینه میفرماید تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما جهان آخرت را از آن کسانی قرار میدیم که اراده علو و برتری در زمین نداشته باشند، فکر برتری مادی و دنیوی نباشن. این اونها رو باز می‌داره از مقامات آخرت. دل به مقامات دنیا نبندن. و در این زمینه هم آیات قرآن فراوان است و هم روایات زیاد که به یکی از اون روایات که به سندهای مختلفی نقل شده اشاره می‌کنم و دریغ می‌دارم که در این بحث به این روایت شریف اشاره نکرده باشم. مضمون این روایت به چند سند صحیح در کتاب‌های معتبر مثل کافی نقل شده. مضمونش این است که برای دین شخص مسلمان هیچ دشمنی بدتر از مال دوستی و مقام پرستی نیست و این دو چیز اونقدر به دین مسلمان لطمه میزنن که دو گرگ درنده ای که از دو طرف به یک گله بیچوپانی حمله کنن ضرر نمیرسانن. این تشبیهی است که در چند تا روایت واقع شد.
فرض کنید یک گله چوپان همراهش نیست، رفته خوابیده، دو تا گرگ درنده گرسنه از دو طرف حمله کنند به این گله. گرگ هم میدونید چه خاصیتی داره، نمیاد به اندازه خوراکش گوسفند بداره. اول وقتی حمله میکنه به گوسفندها، یک یکی را هلاک میکنه، خفه میکنه، میکشه، بعد به اندازه خوراک گرسنگیش هم از یکیشون میخورد و میره. دو تا گرگ درنده گرسنه اگه به یک گله بیچوپانی حمله کنند، چند تاشون زنده میگذارن؟ اگه از یه طرف حمله کنن ممکنه یه عده‌شون از یه طرف دیگه فرار کنن، اما وقتی از دو طرف حمله کنن دیگه چیزی نمیمونه. میگه دین مسلمان در مقابل دو تا گرگ قرار میگیره، یک گرگ مال پرستی، یک گرگ جاه پرستی، مقام پرستی، ریاست خواهی، حب الریاسه. آنچنان این دین را نابود میکنن که اون دوتا گرگ به اون گله نمیتونن اینقدر ضرر بزنن. بنابراین یکی از عوامل مهم انحراف و کجروی عبارت است از برتری طلبی و دنیا پرستی، که اینها از مظاهر دنیا پرستی است. در مقابلش هم یاد خدا و یاد آخرت هست. در اون آیه سوره صاد داشتیم که کافرین عذاب شدیدی خواهند داشت، به ما نسو یوم الحساب، چون روز قیامت و روز حساب را فراموش کردند. توجه در دنیا، تمرکز در دنیا، حب دنیا اونچنان اونها را مشغول کرد که آخرت را فراموش کردند. پس فراموش کردن آخرت عامل انحراف است. در مقابل باید چیکار کرد؟ سعی کرد آخرت را همیشه در نظر داشت. نسیان خدا، نسو الله فانساهم انفسهم، نسیان خدا باعث این میشه که آدم به خودش توجه کنه، خود را محور قرار بده. پس یاد خدا انسان را از خود پرستی باز میداره. با توجه به این آیات هم عوامل دیگری را از علل انحراف به دست میاریم که وقت گذشته و دیگه به تفصیل آنها نمیپردازم. انشاءالله آقایون در فرصتهایی که دارن به تفسیر این آیاتی که اشاره کردن مراجعه کنن و بحث را کامل کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.